نگاهی به چند خبر کوتاه. دادگاه عالی آمریکا حکم پنجاه ساله قانونی بودن سخت جنین در این کشور را لغو کرد. گفته می شود با این حکم دادگاه نیمی از ایالت های آمریکا سخت جنین را محدود یا ممنوع کنند. البته سیزده ایالت آمریکا از قبل به پیشواز رفته و قوانین را وضع کرده بودند که با حکم جدید دادگاه عالی آمریکا سخت جنین به طور خودکار غیر قانونی شود. به نقل از خبرگزاری های عراقی دانشگاه بابل اعلام کرد 109 دانشجوی خارجی برای استفاده از بورسیه این دانشگاه درخواست دادند. بیشتر این درخواست کنندگان از کشورهای ایران، الجزایر و سوریه هستند. پس از آشتی کشورهای عرب با دوهه، شیخ تمیم بن حمد آل امیر قطر، امروز شنبه با عبدالفتاح سیسی، رئی جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. امیر قطر که آخرین بار در سال 2015 به مصر سفر کرده بود قرار است به الجزایر هم برود یک تیم بین المللی متشکل از 114 محقق طول عمر و روند پیری 77 گونه از خزندگان و دوزیستان را در حیات وحش مورد مطالعه قرار دادند که نتایج آن نشان می‌دهد این خزندگان و دوزیستان و به طور کلی جانداران خونسرد عمر طولانی تری نسبت به بقیه جانداران دارند و این موضوع با اندازه جسهشان ارتباط مستقیمی دارد. پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا در آمریکا یک رسانای گرمای منعطف ساختند که می کاربردهای مهمی در شرایطی مانند نوسانات دمایی شدید روی زمین یا در اکتشافات فضایی داشته باشد. پژوهشگران دانشکده مهندسی و علوم کاربردی این دانشگاه راهی برای ساخت یک رسانای گرمایی تطبیق پذیر پیدا کردند که امید می رود برای ساخت دستگاه های الکترونیک با بهرهوری انرژی بالاتر و همچنین ساختن ساختمان های سبز یعنی سازگار با محیط زیست و اکتشافات فضایی کارایی داشته باشد.